میریم سراغ یه آیتمی که برای ما از لحاظ فنی مهمه و اون هم قسمت پریفرنسز در سرورگ ادیت هست. پریفرنسز به معنای اولویت ها و چیزهایی که ما توی نرم افزار خیلی بهشون نیاز داریم. ما اینجا یه سری گزینه داریم با لیبل تا حدودی مثلا آشنا شدیم همون رنگ هایی که توی تایملاین نیاز داشتیم. همچنین ما قسمت گرافیک که مربوط به تایتل ها بود رو در درس قبلی بررسی و تنظیم کردیم من روی هر کدوم از این گزینه‌ها اگر کلیک بکنم وارد پنل اصلی پریفرنسز میشیم تو قسمت جنرال میتونیم تنظیم کنیم در پنل بین با دبل کلیک کردن به چی برسیم یا مثلا اگر کلید کنترل رو با فلان چیز اگر بگیریم چه اتفاقی بیفته همچنین با کلید آلت بگیریم چه اتفاقی بیفته یه سری تنظیمات دیگه هم داره که اینها رو میتونیم برای خودمون شخصی سازی کنیم مثلا اگر این گزینه تیک داشته باشه میگه پراجکت و بین من رو در پنل به من نشون بده. گزینه بعدی که داریم اپیرینس هست. تو این قسمت میتونم ظاهر نرم افزارم رو تغییر بدم مثلا از دارکر ببرمش به سمت لایتر با عوض کردن این مقادیر. من به حالت دیفالت یا پیشورز خودش برمیگردونم. قسمت بعدی قسمت آدیو هست که به تنهایی چیز عجیب غریبی نداره ولی قسمت آدیو هاردور قسمت دیفالت اوتپوتش مهمه برامون. مثلا من دیفالت پوت رو تغییر میدم به هر چیز دیگه‌ای، این پنجره رو میبندم فرض کنید هدست به سیستمم وصل کردم و دارم با سیستمم کار می‌کنم حالا پروژم رو میارم روی یه سیستم دیگه که به اسپیکر وصله امکان داره صدا رو پخش نکنه مثلا من یک ویدیویی که صدا داره رو وارد تایملاین می‌کنم این رو پلی می‌کنم به دلیل تنظیمات شاید الان شما صدا رو بشنوید ولی از اسپیکر من هیچ صدایی الان خارج نمیشه میتر هم بهم نشون میده که من صدا دارم روی ویدیوم ولی برای من پخش نمیشه پس بعد وارد ادیت قسمت پریفرنسز و آدیو هاردور بشم و اینجا دیفالت اوتپوت رو, رو روی اسپیکر خودم قرار بدم اینجا هم گزینه یس yes رو میزنم که تغییر رو انجام بده و در نهایت اوکی OK رو میزنم حالا اگر مجدد پلی کنم صدا رو از اسپیکر خودم الان دارم حالا دلیل اینکه صدای من پخش نمیشد چی بود؟ این بود که خروجی صدام روی مانیتور من بود و مانیتور من چون خروجی نداشت صدایی رو نمیشنیدم پس باید یادتون باشه اگر شما جک صدا رو تغییر میدیم به یک دیوایس دیگه باید توی آدیو هاردور دیفاد اوتپوت رو تغییر بدیم به دیوایس مورد نظرتون گزینه بعدی که برام مهمه گزینه اوتوسیف هست این گزینه اتوماتیکلی سیف پراجکت تیک داشته باشه توی گزینه بعدی ازم میپرسه که پروژه رو هر چند دقیقه یک بار به صورت اتومات سیف کنم نرم افزار به صورت پیش اون رو, رو روی 15 دقیقه قرار داده و به دلیل نوسانات برقی که داریم و برق رفتگی که داریم من تایم تا اون رو کمتر میکنم روی 5 دقیقه قرار میدم که هر 5 دقیقه یک بار به صورت اتوماتیک پروژه‌ام رو سیو کنه این گزینه اگر اشتباه نکنم میگه ماکسیمم من 20 تا فایل پروژه برات به وجود میارم اگر بیشتر از 20 فایل پروژه بشه قبلی ها رو برات پاک میکنم اینجا میتونیم تعدادش رو زیاد کنیم ولی خب به نظرم همین 20 تا کافی باشه این دو تا گزینه هم برای محکم کاریه که میگه بکاپ بگیرم از پروژه توی کریتیو کلاد که ما اصلا دسترسی بهش نداریم پس نیازی بهشون نداریم گزینه‌های دیگه‌ای که برام مهمه گرافیک هست که قبلا اون رو با هم دیگه تنظیم کردیم بعد از اون لیبل برامون مهمه توی لیبل ها من یک تعداد رنگ دارم که برای مثال به میگه وایولتت این رنگیه من اینجا میتونم روش کلیک بکنم و رنگ مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم و اوکی OK رو بزنم ببینید که رنگش تغییر میکنه برای مثال اصلا من این رنگ رو با این اسم نمیخوام من این رو میتونم انتخاب بکنم به این صورت باشه اسمش هم اینجا میتونم تغییر بدم تو این قسمت هم پیش لیبل رو میتونم عوض کنم برای مثال من اگر فیلم بخوام وارد کنم پیش ورزش این رنگه من اون رو الان میتونم تغییر بدم به رد ویدیو ما اگر اشتباه نکنم روی وایلت بوده الان چون ردش کردم اینجا هم شده رد آدیوم رو میتونم رنگش رو تغییر بدم از این رنگ به مثلا زرد استیل مثل و استیل ایمیج اکسام و تمپلیت ها هست که اون رو هم میتونم تغییر بدم به هر چیزی که میخوام رنگ سکانس هم و اینجا میتونم تغییر بدم به هر چیز دیگه و اگر در نهایت اوکی رو بزنم میمید که رنگ فیلمم به قرمز در اومد الان اگر یه فیلم دیگه هم اضافه بکنم اون رو هم قرمز میکنه به این ترتیب خب دوباره به پریفرنسز برمیگردم لیبل خب من رنگ رو دوباره به وایلت یا بنفش تغییر دادم چون رنگ قرمز چشمها رو اذیت میکنه موقع تدوین اونجا هم اوکی رو میزنم که تغییرات اعمال بشه دوباره به ادیت پریفرنسز برمیگردیم این رو هم بدونید لیبل یک نظم بندی به کار ما میده که دقیقا متریالی که داریم استفاده میکنیم چیه بعد از لیبل گزینه مهمی که داریم مدیا کش هست مدیا کش در واقع کشی هستش که نرم افزار میگیره برای اینکه بتونه فیلممون رو به صورت ریل تایم برای ما پخش کنه من اینجا اگر روبروی گزینه ریموو مدیا کش فایل دیلیت رو بزنم شروع میکنم به پاک کردن کش های من این نکته که خدمتون میگم رو جدی بگیرید شما بعد از 6 ماه یک سال احساس میکنید که کل فضای درایورتون پر شده در صورتی که قبلا کلی جا داشتیم اونجاست که بعد بیاین سراغ این قسمت یعنی مدیا کش و کش هایی که مربوط به پروژه های مختلف هست که ته این 6 ماه یک سال کار کردید رو باید پاک کنید اول از همه میام اینجا گزینه دیلیت رو میزنم تا این پنجره برام باز بشه اینجا الان گزینه دیلیت آن یوز مدیا کش فایل برام تیک داره یعنی کش پروژه که باشون کار نمیکنم رو شروع به دیلیت کردن میکنه اگر اوکی رو بزنم خب کش هایی که آنیوز بود و ازشون استفاده نمیکردم پاک شد گزینه بعدی محل ذخیره ای این کش هاست که به صورت پیشورز در درایو سی هستن که من میتونم با این گزینه ها جاشون رو تغییر بدم تا جلوی چشمم باشن یا میتونم برای مدیریت مدیا کش هم از این سه تا گزینه پایین استفاده کنم گزینه اول به میگه که به صورت اتوماتیک مدیو کش من رو پاک نکن که الان این گزینه تیک داره یعنی به صورت دستی باشه دیلیت کردن خودم وارد مدیو کش بشم و دیلیت رو بزنم این گزینه به میگه که بنا به احتیاط من چیزی رو به صورت اتومات حذف نمیکنم به دلیل اینکه نمیدونم تو پروژه تو چقدر کار داری و میخوای چقدر روش وقت بذاری ولی ما با این دوتا گزینه پایین میتونیم براش لیمیت تعریف کنیم این لیمیت یا محدودیت میتونه زمانی باشه یا حجمی باشه این گزینه بهم میگه پروژه‌ای که بیش از 90 روز باز نشدن رو کشش رو برام پاک کن البته اینجا میتونیم تعداد روز دلخواه خودمون رو وارد کنیم گزینه آخرم میگه من کاری با تعداد روز ندارم حجم کش که از 100 گیگ بیشتر شد بیا کش های رو برام شروع به پاک کردن کن که اینجا میتونیم حجم مورد نظرمون رو هم تغییر بدیم پس اینجا محل مدیریت کش ماست که برامون ضروری و مهمه گزینه بعدی که باز برام مهمه قسمت مموریه این قسمت به رم ما رب داره به من میگه تو الان روی سیستمت 16 گیگ رم نصب کردی اینجا بهم میگه برای بقیه نرم افزارهایی که روی سیستمت نصب کردی به غیر از برنامه های ادوبی 5 گیگ اختصاص داده من اینجا این میزان رو میتونم کمتر کنم تا 3 گیگ چون نرم افزار خاص دیگه ای روی سیستمم به غیر از ادوبیا ندارم موقعی که 5 گیگ بود 11 گیگ رو به برنامه های ادوبی اختصاص داده بود حالا که کردم 3 گیگ الان 13 گیگ رو به اونا اختصاص میده طبیعتا اینجا هر چقدر رم بیشتری به نرم افزار های ادوبی اختصاص بدیم نرم کش بهتری برامون میگیره و از اون طرف عملکرد بهتری هم داره اگر شما در حالتی هستید که دارید کار میکنید میتونید روی مموری بذارید به این سازی رندرینگ رو و اگر خواستید خروجی بگیرید و رمتون خیلی کم بود شما میتونید اون رو, رو روی گزینه پرفورمنس بذارین که توی رندر گرفتن بهتر بهمون کمک کنه توی پریفرنسز گزینه مهم دیگه‌ای به اسم تایملاین دارم خب این گزینه رو فعلا می‌بندم فوتِیجامو پاش می‌کنم فرض کنید من بیام اینجا یک عکسی رو ایمپورت کنم داخل نرم افزار وقتی این عکس رو وارد تایملاین می‌کنم می‌بینم که دقیقاً این عکس من 5 ثانیه است نکته اینجاست که مثلا من دارم یک فوتوکلیپی می‌سازم که 200 توش عکسه و من نمیخوام 5 ثانیه طول بکشه تا بره عکس بعدی شاید بخوام هر کدوم 2 ثانیه طول بکشه حالا من 200 تا دونه عکسم دارم یعنی باید بشینم دونه دونه تایم اینا رو کم بکنم تازه دقیق هم شاید نشه پس کاری که میتونم بکنم اینه که وارد سربرگ ادیت بشم پریفرنسز و تایملاین رو انتخاب بکنم و بگم استیل ایمیجام که همون عکسای ثابتم هست رو از 5 ثانیه دیفالتش رو تغییر بده به 2 ثانیه. اینجا اوکی رو میزنم ولی اگر دوباره این عکس رو وارد تایملاین هم کنم میبینید که تایمش همون 5 ثانیه است. چرا؟ یه نکته کلیدی داره. نرم افزار میگه اوکی تو از اینجا بعد که تغییرات رو اعمال کردی من اجرا میکنم. ولی نکته اینه که قبلش باید دوباره فوتیجت رو وارد نرم افزار کنی. اینا رو دیلیت میکنم یه بار دیگه عکسم رو ایمپورت میکنم. الان که این عکسم رو به تایملاین میکشم ببینید که تایمش شده دو ثانیه و همینطور برای ترانزیشن همونم میتونیم این کار رو انجام بدیم یعنی بیایم ادیت پریفرنسز تایم و اینجا زمان ویدیو ترانزیشن هام که به صورت پیش روی سی فریم هست رو تغییر بدم به هر تعدادی که میخوام حتی اینجا میتونم از فریم تغییر بدم به ثانیه آدیو ترانزیشن هم به همین صورت میتونم تغییر بدم تایمش رو یه سری تنظیمات دیگه هم داره تایم بلاینمون. اینکه نحوه اسکرولش به چه صورت باشه، قلتک موسم رو وقتی تکون میدم به صورت هوريزانتال جابجا بشه یا ورتیکال جابجاشه تایملاینم و اینکه دیفالت اودیو ترکام به چه صورت باشه و گزینه‌های دیگه اینکه این, این گزینه ها به چه صورت باشه توی همین قسمت تایملاین میتونیم تغییرشون بدیم این هم از مهمترین قسمت های بخش پریفرنسز برای شما به عنوان کسی که الان تدوین رو بلدین و بعد ریزکاری های نرم افزار رو بدونید که اذیت نشین و سرعت عمل بهتر و بالاتری در کار با نرم افزار داشته باشین